بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان به ویژه همیهنان عزیز در مام بهاری و نوروزی میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا را میگوشه این با برنامه شامگاهی آن سوی خبر که مروری است بر اهم مطالب منتشره و دریافتی از ایران و جهان در طول 24 ساعت گذشته نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب آن سوی خبر فرجام شکننده مذاکرات هسته با دور جدیدی از تهدیدها از سوی کنگره و برخی از کشورهای طرف مذاکره با تازه تهدید رهبر جمهوری خواهان آمریکا جزئیاتی از ماجراهای سقوط هواپیمای ایرباس 320 با پیدا شدن جعبه سیاه این پرنده آهنین سرگردان بر فراز کوههای آلپ همزمان مذاکرات وزرای خارجه ایران و چین بحران یمن با پیشروی های حوسی های شورشی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای کشورهای عربی همینطور به خاک سپاری پیکر جمشید دانایی فر سرگروهبان دستگیر شده ایرانی در چهارمین روز نوروز در هامون و بالاخره موج سنگین سفرهای نوروزی با افزایش استفاده از خانه های ای در سفر از سوی ایرانیان سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب چهارشنبه پنجم فروردین ماه ایرانی است همینک مرور میکنیم بر شرح جزئیات اخبار برگزیده و منتخب امشب پرونده هسته ای ایران در واپسین روزهای باقی مانده به فرجام مذاکرات نفسگیر آن وارد فازهای جدیدی می شود مرور می کنیم کنش ها و واکنش های این پرونده حساس را در 24 ساعت گذشته در نخستین واکنش بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به سخنان یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پاسخ داده است آقای کمالوند از آقای آمانو انتقاد می کرد و می گفت که پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و ما قطنامه های شورای امنیت و شورای حکام را قانونی نمی دانیم و به همین علت نیز تا به حال آن را اجرا نکرده ایم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می گفت آقای آمانو در فرصت های مختلف مطالبی را بیان می کند که به نظر می رسد. اگر غیر از گزارش های فصلی و ماهانه آژانس در ارتباط با توافق ایران کمتر چنین مطالبی را مطرح کند برای هر دو طرف بهتر خواهد بود آقای آمانو میگوید برای اطمینان یافتن از صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران این کشور باید پروتکل الحاقی را اجرا و ابهامات در مورد اقداماتی که ممکن است در گذشته انجام داده باشد را رفع کند در همین راستا آقای آمانو دیروز در گفتگوی با شبکه تلویزیونی پی بی این گونه اشاره می کرد که در صورت اجرای این پروتکل آژانس می تواند به تأسیسات اعلام نشده ایران دسترسی پیدا کند و درخواست بازرسی های فوری بدهد که این برای شناسایی اقدامات اعلام نشده احتمالی مفید است. ایشان با حیاتی دانستن اجرای پروتکل الحاقی برای اطمینان از صلح بودن فعالیت های اتمی ایران اینگونه گونه می گفت که در غیر این صورت ما فقط می توانیم بگوییم که فعالیت های اعلام شده ایران صلح آمیز است اما نمی توانیم بگوییم که آیا هدف همه اقدامات اتمی ایران صلح آمیز است یا نه آمانو یادآور میشد که ایران در گذشته پروتکل الحاقی را امضا و مدتی نیز آن را اجرا کرد اما پس از بروز اختلاف میان این کشور و قدرت های غربی اجرای پروتکل متوقف شد دبیر کل آژانس می گفت که مقامات ایران نشانه هایی بروز داده اند. مبنی بر اینکه اگر با گروه پنج به علاوه یک به توافق جامع دست یابند آمادگی اجرای پروتکل الحاقی را نیز دارند از سوی دیگر پاسخ باراک اوباما به اسرائیل تنش های پرفراز و فرود این دو کشور را وارد موزگیری های تازه تری نموده است البته با موضوعیت پرونده هسته ایران رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا اسرائیل و برخی کشورهای دیگر را در جریان مذاکرات از می‌کنم. در جریان مذاکرات هسته ای با ایران قرار داده است به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس باراک اوباما روز سه شنبه چهارم فروردین در کنفرانس خبری مشترک با اشرف غنیزی همتای افغان خود می گفت که وی درباره انتشار گزارش پیرامون جاسوسی اسرائیل از مذاکرات محرمانه ایران و شش قدرت جهانی اظهار نظر نمی کند. اما اطمینان می دهیم که اطلاعات درباره روند مذاکرات هسته ای با ایران به اسرائیل و کشورهای منطقه داده شده است. اشاره و گویا به جاسوسی اسرائیل گزارشی است که روزنامه والستری جورنال روز سوم فروردین منتشر کرده بود و در آن گزارش مدعی شد که اسرائیل از مذاکرات هسته ایران و شش قدرت جهانی پشت درهای بسته جاسوسی کرده است. هرچند تا کنون اسرائیل این گزارش را رد کرد اوباما در ادامه می گفت که مذاکرات تنها زمانی به توافق خواهد انجامید که آمریکا مطمئن باشد این توافق جلوی ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران را خواهد گرفت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین در همین رابطه و موضوع و مضمون اینگونه گونه می گفت که بعد از توافق هسته ای همه طرفین می توانند مانند خود وی در جریان جزئیات مذاکرات قرار بگیرند تا مطمئن شوند که توافق خوبی صورت گرفته است ادامه می دهیم در سوی دیگر جدال جمهوری خواهان حراس ها و بیم ها را در کمپ توافق تا آفوخان البته بیشتر کرده است. در این راستا رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا روز سهشنبه گفت که اگر مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران تا پایان ماه مارس به نتیجه نرسد سنات طرحی تحریم های ایران را تشدید خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور میچ مکائل در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت اگر توافق حاصل نشود دور سنگین دیگری از تحریم ها مرهم مناسبی خواهد بود و علاوه ایشان می گفت که حتی اگر توافقی با ایران به دست آید قانون گذاران طرحی را تصویب خواهند کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را ملزم خواهد کرد توافق با ایران را برای تصویب به کنگره سفارت. البته دموکرات ها در سنا بررسی هر دو ته را تا اواسط آپریل به تأخیر انداخته تا مذاکرات با ایران آسیبی نبیند. کاخ سفید در همین رابطه میگوید که تلاش برای تشدید تحریم ها می تواند مذاکرات حساس با ایران را به خطر بیاندازد. اما بسیاری از اعضای کنگره به خصوص جمهوری خواهان نگرانند که آقای اوباما به علت اشتیاق برای رسیدن به توافق بیش از حد به ایران امتیاز بدهد در سوی دیگر دلنگرانان و دلواپسان در لایه های تندروی جمهوری اسلامی نیز به همین مدل ابراز فشار روی آوردند آن سوی خبر را پی میگیریم با فراسوی مرزهای ایران تا چین و تازه های از مذاکرات وزرای خارجه این دو کشور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وانگ ای وزیر خارجه چین در یک گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک را بررسی کردند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در این تماس تلفنی که عصر سهشنبه برقرار شده بود وزرای امور خارجه ایران و چین درباره راه حل‌های موضوعات باقی مانده برای تا آفاق گفتگو کردند. سخنگوی وزیر خارجه کشور چین امروز در نشست خبری با خبرنگاران با ابراز اینکه ایران از نتایج گفتگوهای به دست آمده ابراز خرسندی کرد روند پرونده هسته‌ای مذاکرات را مهم، خوب و سازنده توصیف می‌کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین یادآور شد که در حال حاضر مذاکرات وارد مرحله حساسی شده و چین امیدوار است طرفهای مقابل ضمن توجه به اهداف مهم نشست های انجام شده تلاش خود را در به نتیجه رسیدن آن و در نهایت تصویب یک قطنامه مشترک به کار بگیرند دوره جدید مذاکرات ظریف و جانکری قرار است پنجشنبه ششم فروردین در لوزان سوئیس از سر گرفته شود. اما در موج گسترده ی تهدید به تحریم از سواحل اروپا کشتیرانی ایران متلاطم شد و تحریم اتحادیه اروپا علیه کشتی های ایرانی به ساحل داد و ستت ها رسید به گزارش خبرگزاری فارس اتحادیه اروپا آماده است نام چهل شرکت کشتیرانی متعلق به ایران را به فهرست تحریم خود بازگرداند رویترز در روز سهشنبه ضمن اعلام این خبر می این چهل شرکت که شرکت در هامبورگ نیز جزو آنهاست پیشتر با این ادعا که کمپانی اوشین کپیتال اوشین تحت کنترل یا مالکیت شرکت تحریم شده خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند در فهرست تحریمی قرار گرفته بودند اما در ماه ژانویه سال جاری میدادی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی رتبه این اتحادیه است تحریم ها علیه این چهل شرکت را به دلیل امتنای آن اتحادیه از ارائه مدارک مستند داله بر فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت های لغو کرده است. شورای اروپا در نامهای به تاریخ دوازده ماه مارس که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده بود خبر از از سرگیری دوباره تحریم علیه شرکت های مرد نظر را به مریم تاهر حقوقدان شرکت های مرد نظر ابلاغ کرده است. شورای اروپا در این نامه دلیل بازگرداندن تحریم ها را این گونه عنوان می کرد که شرکت های مورد نظر تحت کنترل یا مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند و یا به این شرکت خدماتی در زمینه کارآموزی تأمین خدمات یدکی و سایر خدمات ارائه شده ارائه می‌کردند. از ریزبافت های ظریف مذاکراتی و دنیای پرتلاتم و تهدید تحریم ها گذر می کنیم و می بینیم و می خوانیم تازه ترین موازه آمریکا درباره تحولات یمن و نبرد های بی امان از صنعا تا ادن متیو تولر سفیر آمریکا در یمن موافقت با پیشنهاد عربستان درباره میزبانی مذاکرات صلح میان گروه های یمنی درگیر در هفتم آوریل که در واقع هجدهم فروردین ماست در ریاض را بعید دانست به گزارش خبرگزاری رویترز آقای تولر پیش بینی کرد که اوضاع یمن به سرعت متشنج شود سفیر آمریکا در یمن می گفت واشنگتن و هم پیمانان آن نیازمند تصمیم گیری سریع جهت دستیابی به راه حل سیاسی بحران یمن هستند ماتیا تولر پس از دیدار با اعضای اتاق بازرگانی عربی آمریکایی با اشاره به پیشروی ها به سمت شهر ساحلی عدن میافزود ما میدانیم که باید به سرعت تصمیم گیری کنیم تولر در همین رابطه ادامه میداد که گفتگوی سیاسی در صورتی که با سرنگونی هادی یا بازداشت وی و سقوط عدن که احتمال دارد سریعا هم صورت بگیرد همراه شود موفق نخواهد شد این سخنان در حالی ابراز شده است که شبه نظامیان شوریده شورشی شیعه حوسی و متحدان آنها در ارتش یمن در ادامه پیش های خود به مناطق جنوبی کشور روز سهشنبه کنترل شهری در 100 کیلومتری عدن را نیز در دست گرفتند همزمان در شهر تعز حوسی ها با تیراندازی به سوی شهروندان معترض به حضور آنها در این شهر چهار تن را کشتند و پنجاه نفر دیگر را نیز مجروح کردند شهروندان تعز روز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی با تجمع در خیابانهای این شهر خواستار برچیده شدن ایستهای بازرسی حوسی ها و خروج آنها از این شهر شدند حسی ها می میگویند که حضور نظامی آنها در این شهر برای مقابله با نیروهای القاعده و استان در این شهر و استانهای جنوبی است در واقع انفجارهای هفته گذشته القاعده در یمن این موضوع رو بیش از پیش پررنگ کرده است از یمن باز میگردیم به عراق و شهر پرسرنوشت تکریت در خاور میانه این بار خبر از آغاز مشارکت ایالات متحده آمریکا در عملیات تکرید میرسد و در این میان کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا پروازهای تجسسی بر فراز شهر تکرید را آغاز کرده اند پیش از این آمریکا دخالتی در بزرگترین عملیات تهاجمی دولت عراق برای بازپس گرفتن شهر تکرید از نیروهای داعش یا گروه موسوم دولت اسلامی نداشت عملیات برای بازپسگیری کنترل شهر از نیروهای داعشی با کمک شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران یا هشد و شعبی همان کمیته بسیج مردمی انجام می شود. اما طی چند روز گذشته این عملیات پیشرفت چندانی نداشت. هنوز چند صد پیکارجوی داعش در مرکز شهر تکریت به مقاومت ادامه می دهند. دولت عراق از آمریکا خواستار انجام پروازهای شناسایی شد. اما تا کنون از آمریکا نخواسته که علیه مواضع داعش در تکریت دست به حملات هوایی بزند شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران با دخالت آمریکا موافق نیستند عملکرد این شبه نظامیان در مواردی با انتقادهایی نیز همراه بوده است مقام های محلی عراق در تکریت این نیروها را متهم کرده اند که خانه ها را آتش زده و به قارت اموال پرداختند این نیروها همچنین از طرف اقلیت سنی متهم شدند که بدون مجوز قضایی دست به مجازات افراد میزنند و مردم عادی را به این دلیل که در برابر داعش مقاومت نکردند از خانه هایشان بیرون راندند ادامه اخبار در آن سوی خبر با جزئیاتی از سقوط هواپیمای آلمانی بر فراز آلپ وزارت کشور فرانسه جزئیات سقوط هواپیمای مسافربری آلمانی از نوع ایرباس را فاش کرد وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که جعبه سیاه هواپیمای ایرباس را پیدا کرده است همزمان خبر میرسد که های نجات به محل دورافتاده وقوع حادثه در حد فاصل شهرهای دیدنی و بارسلون در جنوب شرقی فرانسه رسیدند. هواپیمای سانه دیده از بارسلون اسپانیا در حال پرواز به سوی دوسلدروف در آلمان بود. این هواپیما 144 مسافر، دو خلبان و چهار خدمه پروازی داشت و طبق گزارش ها تمام مسافران و خدمه آن کشته شدند. بیشتر مسافران این هواپیما شهروندان اسپانیا و آلمان بودند. دو نوزاد و شانزده دانش آموز یک مدرسه آلمان که در حال بازگشت از سفر بودند در این هواپیما حضور داشتند و جان باختند. هواپیمای سقوط کرده در اختیار شرکت هواپیمایی آلمانی جرمن وینگز بود که از جمله شرکت است که بلیت های ارزان قیمت می فروشن. سهام شرکت جرمن وینگز متعلق به شرکت لوفت هانزا است. گروه های امدادی آزم منطقه شدند تا به کمک سایرین بپردازند. یک هلیکوپتر امدادی در محل سقوط هواپیما در کوهستانهای های دوردست نیز فرود آمد. یک مقام محلی می هواپیما متلاشی شده است. مقام های هوانوردی فرانسه نیز گفتند که این هواپیما در نزدیکی شهر بارسلون در 100 کیلومتری شهر نیس سقوط کرده است. دفتر نخست وزیری فرانسه هم گفته است که این هواپیما در میولان رول روستایی دور افتاده در دامنه کوههای آلپ فرانسه سقوط کرده است. مجددا با رویدادهایی از ایران آن هم در ایام تعطیلات نوروزی که همه رسانه های نسبتا مستقل ایرانی نیز در تعطیلات هستند باستاب با اظهارات علی متحری درباره انتقاد از ولی فقی و هشدار کم نظیر از باز تولید استبداد در نظام جمهوری اسلامی علی متحری نماینده تهران در مجلس میگوید که اگر کسی نظری مخالف نظر رهبری جمهوری اسلامی داشته باشد باید بتواند حرفش را بیان کند همچنین به گفته این نماینده پیشتر اصولگرا و همینک معترض از سال 88 تا کنون فضا خیلی بسته شد آقای متحری در مصاحبه ای با ویژه نامه نوروزی هفته نامه مسلس اظهار می کرد که این معنا ندارد که چون نظر ولی فقیه است دیگر کسی نتواند حرفی بزند در این مصاحبه که در وبسایت جام نیوز نیز باز شد ایشان تصریح می کرد زمان حضرت امیر منظور امام اول شیعیان ایشان صحبت می که یک عده بلند می شدن اعتراض می کردن. باید انتقاد در کشور عادی شود اتفاقا به زمه وی جایگاه نظام و رهبری با این روش بالا می رود علی متحری پیش از این نیز بارها خواستار امکان مطرح شدن انتقادها از رهبر جمهوری اسلامی شده بود از جمله ایشان در آذر ماه سال 93 گویا در دانشگاه مشهد می گفت که هیچ اشکالی ندارد که کسی برخلاف نظرات رهبر جمهوری اسلامی نظر دهد و نظر ایشان را حتی قبول نداشته باشد وی تاکید کرده بود که ادعی از اطرافیان میخواهند القا کنند که یک بوتی بسازیم و همه دور او بچرخیم در حالی که اینطور نیست و اما این اظهارات بار دیگر انان از کف فقهای های تندخوی مذاب در محضر ولایت ربود و در نخستین واکنش به این سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد, مشهد گفت که مقابل با ولی فقی و رویارویی با ایشان مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است حتی اگر برخورد کننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت و نبوت باشد برخورده با پیغمبر است آقای متحری در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران وضع آزادی بیان بهتر بود و راحت تر می شد از رئیس جمهور انتقاد کرد این نماینده مجلس فضای آزادی بیان تا سال 88 را قابل قبول دانست و گفت که از سال 88 فضا خیلی بسته شد و این شرایط تا امروز نیز ادامه دارد به گفته ی آقای متحری فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی نیز بسته است و خوب نیست ایشان اضافه می کرد مطبوعات می ترسند به خیلی از مسائل وارد شوند قرار بر چنین اتفاقی نبود که کسی نتواند اظهار نظر کند کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید دستگیری سه ایرانی در تایلند رویدادی که هر از گاه از جامعه ایران ایرانیان برون مرز در خارج از کشور در رسانه ها منتشر می شود پلیس مبارزه با مواد مخدر تایلند روز سه شنبه از دستگیری سه ایرانی به اتهام فروش مواد مخدر در این کشور جنوب شرقی آسیا خبر داد به گزارش ایرنا تارنمای روزنامه نیشن تایلند به نقل از پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور اعلام کرد سه ایرانی و یک روس به اتهام حمل حدودا 500 گرم مواد مخدر روانگردان شیشه به ارزش حدود 500 هزار بات تایلند معادل حدود 46 هزار دلار در بانکوک پایتخت این کشور دستگیر شدند چای چایا معاون پلیس تایلند می گفت که بعد از دستگیری آنتونیو پتروفسکی 45 ساله که 7 دهم گرم شیشه با خود به همراه داشت پلیس همتای ایرانی ایشان را نیز که 45 سال سن دارد با 8 گرم شیشه و یک ترازوی دیجیتال در منطقه تامبون نونگ شهر بانکوک دستگیر کرد اوائل هفته جاری نیز دو ایرانی دیگر 38 ساله با 102 گرم شیشه و 41 ساله با حدود 400 گرم ماده مخدر شیشه و یک ترازوی دیجیتال بازداشت شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر تایلند گفت بازداشت شدگان خرد فروش های مواد مخدر بودند که به گردشگران و افراد خارجی مقیم این کشور مواد مخدر می فروختن. ادامه یان سوی خبر با خبری از دستگیری یک قاتل زنجیری ای این بار در استان ایلام فرمانده انتظامی ایلام از دستگیری قاتل سه شهروند ایلامی در این استان خبر داد داد علی دولتی روز سهشنبه گفت در پی وقوع قتل سه نفر در اسفند سال 93 موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت که خوشبختانه این فرد فروردین امسال دستگیر شد قاتل پس از قتل مردی 43 ساله و دو پسر 20 و 23 و ساله اجساد آنان را در سه نقطه شهر رها می کند که توسط پلیس این اجساد کشف و برای مراحل طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل می شود و اما خاک سپاری سرباز گروگان گرفته شده ایرانی که در سال گذشته تنها گروهبان باز نیامده به جمع سربازان گروگان گرفته شده بود به گزارش خبرگزاری فارس صبح دیروز پیکر جمشید دانایی فر سرباز گروگان گرفته شده در منطقه مرزی و در حین انجام وظیفه در خاش به خاک سپرده شد جمشید دانایی فر در تاریخ هفته بهمن سال 92 توسط گروهی روبوده شده بود و تاکنون سرنوشت وی در ابهام قرار داشت سرانجام در تاریخ یکم فروردین این سرباز به کشور انتقال داده شد ادامه آن سوی خبر با رویداد نوروزی و افزایش استفاده از خانه های در سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت حدود 20 درصد از اقامت مسافران نوروزی در خانه مسافرها ساماندهی شده است. این خانه مسافرها در سالهای گذشته هم وجود داشت اما ساماندهی شناسایی و ارزیابی نشده بودند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مسعود سلطانی فر با اشاره به ظرفیت اقامتی موجود در کشور می گفت طبق آمارهایی که در حال حاضر در زمینه اماکن اقامتی در کل کشور وجود دارد ظرفیتی معادل 3 میلیون و 800 هزار نفر در هر شبان روز پیش بینی شده است آقای سلطانی فر با اشاره به موج سنگین سفرهای نوروزی و لزوم هماهنگی مراکز اقامتی اشاره می کرد که مجموعه هتل ها و هتل آپارتمان ها در سطح کشور شامل 1100 هتل و حدود 600 هتل آپارتمان است بنابراین گزارش در یک سال گذشته حدود 14000 خانه مسافر را در کل کشور ساماندهی کردند. به گفته رئیس سازمان گردشگری به طور معمول حدود 15 درصد اقامت ها در مهمان ادارات، سازمان ها و خوابگاه های دانشجویی حدود 35 درصد هم در اماکن اقامتی موقت و کمپهای مختلف صورت می گیرد و در یک سال گذشته تعداد این کمپ ها به 660 مورد در کل کشور رسید و با این خبر نوروزی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز که شرح تکمیلی و تفصیلی اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر است این جانب از محضر یکایی که شما خداحافظی میکنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود